متن تند و تیز شهاب حسینی درباره شایعات اخیر. شهاب حسینی بازی در نقش صدام حسین را قویاً تکذیب کرد. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش اومدید. شهاب حسینی با انتشار یک متن تند به شایعه بازی در نقش صدام حسین واکنش نشان داد و نوشت: پیرو به دفاع از خود در برابر این موج تازه حمله سایبری به این بنده کوچک، باید عرض کنم که این جانب کوچکترین اطلاعی از فیلم مذکور نداشته و این شایعه را قویاً تکذیب می‌کنم، چرا که مطابق مرامنامه‌ای که در حرفه و زندگی خود به آن پایبندم، حتی در برابر کوهی از طلا هم حاضر به ایفای نقش شخصیت‌های منفور تاریخ، به خصوص شخص منفوری چون صدام که نامش با ریختن خون جوانان غیور و برومند این سرزمین عجین است، نخواهد شد. غرض‌ورزان بیماری که مدام در پی ایجاد شبهه و حمله به شخصیت اجتماعی این جانب با روش‌های جدید و عجیب در تلاشند، از شناخت کافی از محتوای فکری و جهان‌بینی بنده دور و عاجزند که همواره تیرشان به سنگ نشسته و در نهایت روسیاهی نصیب آنها بوده. توصیه این بنده کوچک به آنان این است که اگر آن توان و انرژی که صرف تخریب دیگران می‌کنید و درد بی‌درمان خود را به واسطه آن موقتاً تسکین می‌بخشید، صرف امور کار و زندگی خود می‌کردید، شاید امروز شما نیز از نعمت رضایتمندی در زندگی خود بهره‌ای داشتید که دیگر شفای خود را در زهراب کین و بخل و حسد جستجو نمی‌کردید. حالان که برعکس شما، حس بنده کوچک برای شما ترحم است و برایتان به جهت شفای عاجل و کامل به درگاه خدا دعا می کنم، بلکه از آتش درون خیش رهایی یابید انشاءالله. با احترام، سید شهاب الدین حسینی. اخیراً عکسهایی از حضور شهاب حسینی در تمرین تیم پیکان در فضای مجازی منتشر شد که چهره جدید او سوژه شوخی بسیاری از کاربران فضای مجازی شد. گویا شهاب حسینی در گریم صدام است. حامد بهداد در نقش قصه صدام، کامران تفتی در نقش اودی صدام و سعید راد در نقش عزت ابراهیم در فیلمی به نام عامل اعصاب اشاره به بمباران شیمیایی حلبچه بازی خواهند کرد. دوستان عزیز، نظر شما چیه؟ اگر علاقه من به سینما و حواشی اون هستید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هر زمان ویدیو گذاشتیم ببینید و لذت ببرید. ممنون از نگاهتون.